مسعود اسماعیلو، معمار و استاد دانشگاه معماری از ایتالیا با ما همراه شد. آقای اسماعیلو، چقدر اقدامات مسئولان شهری رو کافی میدونیم برای ساختمان‌هایی که بسیاری از ناظران و کارشناسان ازشون به عنوان بمب‌های ساعتی در تهران یاد میکنن؟ والا کدام اقدامات امنیتی؟ راستش وقتی که من دنبال میکنم این جریان رو، من همچنین اقدامات امنیتی رو ندونستم چه چیزایی هستش. فقط یک لیستی از 120 ساختمان که تعدادشون بسیار بسیار بیشتر هست دادند و این صحبت ها بیشتر به نظر من این استش که یک مقدار در هر صورت دولتمندان بگن که ما به فکر این قضایا هستیم. آقای چمران خودشون میدونند که تعداد این ساختمان ها بسیار بسیار بیشتر هستش و در رابطه با مسئله امنیت یک مقدار باید دقیق تر صحبت بکنن، چون ساختمان هایی که این به اصطلاح دولت میگه ناامن هستن، از چه جهاتی ناامن هستن؟ ما میدونیم که از بسیار جهات ساختمانی ناامن هستن، هم از لحاظ آتش سوزی و هم از لحاظ اینکه اگر زلزله پیش بیاد و هم از لحاظ تاسیسات زیرزمینی به خاطر این افت‌هایی که زمین داره میکنه. در صورت این رو باید مقدار مشخص بکنن که کدام اقدامات رو دارن انجام میدن. اینکه تهدید بکنن، خب فقط این یک مسئله ای هستش که میخوان ازش یک استفاده ابزاری رسانه‌ای بکنند. اما چه راهی وجود داره برای ایمن کردن ساختمان‌هایی که ازش به عنوان ساختمان‌های ناامن یاد میشه، اگه فوری بخوام به دادشون برسم؟ فوری نمیشه به این مسائل رسید. ببینید، اگر هم بخواهند نمیتوانند. ما داریم از یک شهری صحبت میکنیم، از شهر تهران و از میلیون ها انسان. ما این مسئله ناامنی شهر ما بیشتر از 100 سال است، ولی در این 43 سال بیشترین ساختمان ها ساخته شده. قبلا 30 میلیون نفر بود جمعیت تهران، الان ما میدونیم که با در هر صورت حدود 20 میلیون ما شهروند داریم در تهران و ساختمان هایی که بسیار ساخته شده که من قبلا بارها و بارها گفتم، مخصوصا برج ها، آنها رو اسمشون رو گذاشتم قبرستان های عمودی. اینها در هر صورت نمیشه زود بازسازیشون کرد. ببینید، یک مسئله بسیار مهم اینه که ما اصلا از لحاظ نقشه برداری اگر هم بخوایم کاری بکنیم، در دسترس نداریم داده های دقیق یک ساختمان رو، چه بسا اینکه ما بخوایم به سریع این کار رو انجام بدیم. این یک خواب و خیالی است که آقای چمران در هر صورت بیان کرده و امکان نداره این کارها سریع انجام بشه. مسعود اسماعیل رو، معمار و استاد دانشگاه معماری از ایتالیا، سپاسگزارم از شما.